با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی هم ممنون و متشکریم که با نظرها، پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. خب دوستان، این ویدیو رو با صحبت امیر عبداللهیان که فعلا در جده حضور داره شروع می‌کنیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با همتای کویتی در جده گفته که عدم توقف اقدامات جنگی و استمرار نسل‌کشی توسط رژیم صهیونیستی در غزه فضای منطقه را از کنترل خارج خواهد کرد. امیر عبداللهیان همچنین خواستار تحریم فوری و کامل رژیم صهیونیستی، تحریم نفتی و اخراج سفرای این رژیم از کشورهایی که دارای رابطه با اسرائیل هستند شد. طه حسین ابراهیم، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، هم با تاکید بر ضرورت وحدت امت اسلامی و انسجام موضع در قبال مسئله فلسطین، حمله به بیمارستان المعمدانی را محکوم کرد و گفت که لازم است با اتحاد اسلامی موضع متحدی داشته و نقطه پایانی بر این اقدامات بگذاریم. رئیس جمهور رئیسی هم در جلسه هیئت دولت گفته که بمباران این بیمارستان نقطه عطفی در کارنامه رژیم صهیونیستی است. محاکمه و مؤاخذه عاملان و حامیان این اقدام برای تضمین حیات انسانی ضروری است. از طرفی پوتین هم گفته که بمباران بیمارستان غزه یک فاجعه انسانی بود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تصریح کرد که اقدام رژیم صهیونیستی در بمباران یک بیمارستان غیر نظامی در غزه فاجعه انسانی بوده و خواستار توقف فوری درگیری‌ها میان حماس و رژیم صهیونیستی شد. خب اجازه بدین حالا بریم مجادله مجری شبکه اسکای نیوز با مشاور ارشد نتانیاهو در گفتگوی زنده تلویزیونی رو تماشا کنیم، بعد میریم سراغ ادامه خبرها. حتی قبل از این حادثه از سازمان بهداشت جهانی شنیدیم که 2800 نفر در غزه جان خود را از دست دادند، 11000 نفر مجروح شدند. شما به خوبی میدونید که باعث مرگ غیر نظامیان در غزه شدید. من خودم حملات هوایی شما رو به ساختمان ها دیدم. شما میتونید کل غزه رو ویران کنید. این چیزیه که امشب اتفاق افتاده. واقعیت اینه که این اتفاق هر دلیلی داشته باشه خیلی دیر شده و موجب خشم و عصبانیت گسترده‌ای شده. این رو میفهمید؟ چون تبلیغات حماس رو باور کردی اینطور میگی، برای همین اسرائیل رو مقصر این اتفاق میدونی؟ یعنی میگی هر تصویری که روی صحنه تلویزیون میبینیم ساختگی هست؟ هر کودکی که میبینیم از زیر آوار بیرون کشیده شده و به بیمارستانی منتقل میشود که از کار افتاده جعلی است؟ برای نابودی حماس غزه را نابود خواهید کرد، آیا قبول دارید؟ نه، قبول ندارم. چگونه میتوان بدون کشتن غیر نظامیان به حماس رسید؟ چند ساختمان ویران کردید؟ ماهواره‌های شما آمار همه را دارد. چند ساختمان غیر نظامی را در شهر غزه ویران کرده اید؟ ما ساختارهای غیر نظامی را هدف قرار نمیدیم. اون ساختمانهایی که ویران کردی چه؟ با چشمان خودم دیدم. اونا حماس بودن؟ همه یه ساختمانهایی که ویران کردید برای حماس بود؟ دوستان از اتاق فرمان دارن اشاره میکنن که یک خبر فوری داریم. به نقل از خبرنگار المیادین در تهران، 3 میلیون ایرانی خود را به عنوان داوطلب جهاد برای فلسطین ثبت نام کردند. دوستان، ما این خبر رو نه تایید میکنیم و نه تکذیب، اما اگر جزئیات بیشتری به دستمون رسید حتما شما عزیزان رو هم در جریان قرار خواهیم داد. بریم سراغ دیدار و گفتگوی جو بایدن و نتانیاهو. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با رئیس جمهور آمریکا گفته که سطح همکاری با آمریکا بی سابقه است. میدونم که شما هم مانند ما برای پس گرفتن افراد گروگان گرفته شده توسط حماس عزم دارید. نتانیاهو در ادامه حرفش گفته که اجازه ورود کمک به غزه را نمیدهیم. اجازه نمیدهیم مصر گذرگاه رفح را باز کند یا کمکی را به نوار غزه بیاورد. رئیس جمهور آمریکا هم در مقابل و در دیدار با نتانیاهو درباره حمله به بیمارستان المعمدانی مدعی شده که از انفجار بیمارستان ناراحت و عصبی شده، اما به نظر میرسه که این حمله کار دیگران هست، نه شما. بایدن طی ورود به تل آویو درباره هدفش از این سفر گفته که میخواستم به اسرائیل بیام تا مردم و جهان بدونن که ما کنار اسرائیل میستیم. بایدن با تکرار این ادعا که حماس جنایتی انجام داد افسود، میخواهیم مطمئن شویم که اسرائیل هر آنچه برای پاسخ به حملات حماس نیاز دارد را در اختیار دارد. رئیس جمهور آمریکا خطاب به نتانیاهو گفته که جهان نظاره‌گر است تا ببیند چه خواهیم کرد و من مشتاقانه منتظر گفتگوی عمیق با شما هستم. دوستان، چند تا خبر هم در مورد تازه‌ترین اقدامات نظامی آمریکا در منطقه داریم، اما
بعد از دیدن این کلیپ میریم سراغشون. یک افسر پیشین ارتش رژیم صهیونیستی میگه که حماس نابود شدنی نیست و اسرائیل نمیتونه اون رو سرنگون کنه. جنگ کردن باید یک تاکتیکی داشته باشه، یک استراتژیکی داشته باشه و یک هدف داشته باشه. طبق اهدافی که حالا دولت اسرائیل تعیین کرده، هدف را بر سرنگونی حماس گذاشته. اما آیا من سرنگونی حماس را واقعی میدانم؟ خیر، این هم دلیل داره، به خاطر اینکه حماس وقتی که با خروج اسرائیل از غزه به صورت دموکراسی انتخاب شد. حماس اقلیت نیست، از یک تفکری بهره میبره که این تفکر را اکثریت مردم غزه قبول دارند. حماس تفکریه که حالا اون 2 میلیون 3 میلیون غزه‌ای اون تفکر را در بطن جامعه قبول دارند. اعراب کرانه باختری رود اردن که الان زیر دست آقای ابو مازن هستن و فتح یا همون فتح. در ادامه صحبت‌های این افسر جا داره بگم که ساعتی پیش گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس، یک مرکز تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی نزدیک کیسوفیم رو هدف حملات خمپاره‌ای قرار دادن. حالا بریم ادامه حرفاش هم بشنویم. اگر که انتخاباتی میشد، به صورت رسمی حماس انتخاب میشد در همون کرانه باختری رود اردن. یعنی این که شما ببینین الان اعراب کرانه باختری رود اردن وضعیت مالیشون بهتر از اعراب غزه هست، وضعیت شهروندیشون بسیار بهتر از اعراب غزه هست، و با این حال اگر انتخابات بشود حماس در آنجا نیز بر مسند قدرت میشیند. به نظر من نمیشه اصلا سرنگون کرد حماس را. حالا 30,000-40,000 نفر ارتشی داره، ممکنه با ورود به غزه بشه این ارتشی ها را کشت. 20,000 نفر ممکنه کارمند حماس باشه که اینا رو میشه عزل کرد. اما به هر حال اسرائیل باید از غزه بیاد بیرون. وقتی که از غزه بیاد بیرون، خب جنگجویان جدید پیش میاد و دوباره آموزش میبینن، 5 سال دیگه همین غزه‌ای که هست تبدیل میشه. اما خبرها حاکی از اینه که پنتاگون به ارتش آمریکا دستور داده که هرچه زودتر برای استقرار در خاورمیانه آماده بشن. نماینده رسمی پنتاگون از دستور وزیر دفاع آمریکا به ارتش برای آمادگی استقرار در خاورمیانه خبر داده. این در حالیه که یک زیردریایی هسته‌ای چند منظوره آمریکایی کلاس لس آنجلس با یه هواپیمای نادر ترابری نظامی لاکهید C-5M قرار به زودی وارد پرل هاربر بشن. همچنین خبر رسیده که 10 فروند هلیکوپتر نظامی زمینی ایالات متحده در حوالی پایگاه عین الاسد در استان الانبار غرب عراق در حال پرواز مشاهده شدند. در مورد حمله پهپادی به عین الاسد هم تو ویدیو قبلی صحبت کردیم دوستان، اما حالا خبر رسیده که گروه مقاومت عراق موسوم به تشکیل الوارسین طی بیانیه حمله پهپادی تلافی جویانه علیه پایگاه آمریکا در عین الاسد رو بر عهده گرفته. همچنین خبر رسیده که گروه مقاومتی تشکیل الوارسین پایگاه آمریکایی الحریر در شمال عراق رو هم هدف حمله پهپادی قرار داده. در بیانیه این گروه اومده این اقدام در حمایت از ملت فلسطین و در راستای عملیات طوفان الاقصا صورت گرفته است. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.